بیننده یکی دیگر از برنامه های رادیو نینا هستید. من فؤاد عبداللهی در این برنامه همراه با خالد حاج محمدی از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی نگاهی خواهیم داشت به اول ماه مه امسال، روز جهانی طبقه کارگر که در ایران هم برگزار شد. امسال روز جهانی کارگر پرشور برگزار شد. از تهران تا خوزستان، تبریز، کردستان، عراق، مشهد، کرج و ساری و سایر نقاط دیگه کشور یک عرض اندام طبقاتی رو شاهدش بودیم. از تجمع کارگران هفت‌تپه و مراکز کارگری تا راهپیمایی کارکنان شرکت واحد و تجمع وسیع بازنشستگان تأمین اجتماعی و شهرک‌های صنعتی تا کانون معلمان و پرستاران، همزمان یک عضله طبقاتی و یک هویت مستقل رو در روز جهانی کارگر به نمایش گذاشت. شعارها عموماً حول معیشت و اضافه دستمزد به تناسب تورم بود و اساساً علیه فلاکت و فقری که به جامعه تحمیل شده، تا شعارهای دیگه از قبیل 40 سال سکوت رو بشکنیم، از بس که دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. خالد عزیز، میخواستم در این مورد صحبتهایی داشته باشیم و سوالاتی رو روی میز شما قرار بدم. فکر میکنید ویژگی شاخص روز جهانی کارگر امسال در چی بود و چه تفاوتی با سالهای گذشته داشت؟ منم ابتدا علارغم اینکه از اول ماه گذشته، ولی تبریک میگن این روزو و به همه کسانی که دستن در کار بودن، همه فعالین کارگری که تلاش کردن اول مه رو تبدیل کنن به یه همبستگی طبقاتی تو میان کارگران و خانواده کارگری، به همشون دست مریضات میگن. من فکر میکنم مسلم بود این سال تفاوتایی خواهد داشت اول ماه مه به نسبت سالهای گذشته، به دلیل توازن قوایی که خب حاکم هست و تحولاتی که تو کلن چند سال گذشته تو سیاست ایران ایجاد شده که تو محوریت این تحولات یا بر محور اعتراض کارگری بوده است. من فکر میکنم چند مستقل از اعتراضاتی که بازتاب بیرونی پیدا کرده، چون خیلی به طور واقعی شما اشاره کردید به مواردی که شهرهایی که مراکزی که تو اول ماه مه شاهد تجمعات کارگری بودیم، ولی فکر کنم ویژگی های ویژه‌ای که مراسم های اول ماه مه امسال داشت، تلاش برای بازگشت اول ماه مه به سنت کارگری و انترنسیونالیستی، این فکر کنم خیلی توش برجسته بود. بازگشت به این معنا که الان همین مواردی که بهش اشاره کردی و یه سری موارد از اعتراضات دیگه کارگری، شراکت خانواده های کارگری، برگزاری مراسمی تو محلات کارگری، تو هر سال برگزاری مراسم کارگری تو مراکز کارگری، تو اول ماه مه هیچ جای ایران تعطیل نبود و معمولا هم تعدیل نمی کنند، و اینا بازگشت به یه سنت کلاسیک کارگریه که اول ماه مه روز اعتراض یک طبقه است، و این خیلی خیلی برجسته بود. من فکر می کنم اگه به سخنرانی فعالین کارگری در این روز نگاه کنیم، به شعارها و پلاکارتهایی که توی این مراسم دستشون بوده، به قطعنامه ها و بیانیه هایی که به این مناسبت انتشار یافته است نگاه کنیم، دوسته مسئله برجسته توش هست که خب بیان مهر یه طبقه و بیان برحال اعتراض یه طبقه و اعلام همبستگی جهانی در این حال یه طبقه است. تأکید بر این که این روز روز طبقه کارگر است در مقابل کل نظام کاپیتالیستی تو دنیا، تأکید بر همبستگی با کارگران جهان، تأکید بر منافع مشترک و یه صفحه واحد طبقاتی تو دنیا علیه نظام کاپیتالیستی، و به علاوه تأکید بر همسرنوشتی کل کارگران تو ایران، ادعای کارگران، ادعانامه کارگران تو جامعه ایران علیه نظام کاپیتالیستی و مقابله و نقد و پوچ خوندن و مهر باطل زدن بر تقسیماتی که به نام کارگر کرد، کارگر فارس، ترک، عرب، بلوچ، شیعه، سنی، افغانی،
ایرانی و غیر ایرانی زدن و اعلام که اینا پوچن، اینا ابزار انشقاق تو طبقه کارگران و ما یک طبقه مستقل از این که با چه زبانی صحبت میکنیم، کجا به دنیا اومده ایم، چه برحال به چه تقسیماتی اونا ما رو تقسیم میکنن، زن، مرد، محلی، بومی، غیر بومی، همه اینا پوچه و ما یه طبقه واحدی و اعلام این که ما خواهان جامعه برابر هستیم به دست خودمون، اعلام این که ما جامعه رو خودمون طبقه کارگر تو شکل شورایش برگزار میکنه، فکر کنم یه پدیده جدی بود. کلن مضمونی که اینا داشتن مستقل از محل کار و مثل کارگران هفتپه مثلا یا برحال تو جاهای دیگه ای، تو مثلا سننده، تو مرکز صنعتی، تو کارگران ساختمانی، تو بسیار یا شهرها، تو محل کارشون مراسم های ویژه خودشون رو برگزار کردن، یا حتی تو جاهای تجمعات به فراخان تشکل ها و نهادهای کارگری برگزار شد، مراسم کارگران و خانوادهاشون بود، مثلا تو مریوان و خیلی جاهای دیگه. برحال مستقل از این جنبش که خیلی برجسته و خیلی تفاوت بود به نسبت سالهای گذشته، در این حال مضمون اون چیزی که تو اول ماه مه بیان شد، بیان یه صفحه خودآگاه‌تر کارگری و بیان یه نقش و تأثیر و جایگاه یه گرایش معین تو طبقه کارگر و اونم سوسیالیسته طبقه کارگر بود، این به برجستگی تو همه چیز میشد دید و فکر کنم این پدیده جدی کلن تو این دوره و تو سیاست ایران و تو جنبش کارگری ایران است. تجمعی که فعالین کارگری به همراه بازنشستگان داشتن در مقابل وزارت کار تو تهران با دخالت نیروهای امنیتی و عوامل سرکوبگرش روبرو شد. تعداد زیادی چه تو تهران و چه تو بقیه شهرها دستگیر شدن و خوشبختانه هم آزاد شدن. به نظر میرسی که خانه کارگر هم نقش کلیدی تو شناسایی و سرکوب و تهدید فعالین کارگری و به ویژه در مقابل وزارت کار تو تهران ایفا کرده و میگن که با علم و کتل خودش با عوامل کرایه‌ای خودش اومده بود که تجمع رو به هر حال از اون ریل خودش خارج بکنه. بخشا میگن که به بازنشستگان اختار داده بودن قبلش که برن خونه هاشون و مطالباتشون رو به دست اینا بسپارن و شلوغش نکنن. میخواستم ببینم که این کشمکش خانه کارگر با سازماندهندگان اول ماه مه چی بود و شما چجوری میبینیدش؟ اگه اجازه بدی اول نکته رو بگم تو در مورد کلن تجمعاتی که از جمله تو تهران تو جای دیگه هم به فراخان مثلا معلمان، بازنشستگان، کارگران و نهادهای موجود سندیکا و نهادهای کارگری مشترکان یا چیز شده فراخان داده شده بیان کنم. اول مستقل از هر ارزیابی که هر کدوم از اینا داشته باشیم، یه حقیقت مشهوده، اونم هر جا که کارگران خودشون و خانواده‌شون جمع شدن یه مقدار فضای پلیسی و عملکرد پلیسی رو پس دادن. تو مثلا هفت‌تپه نمونه برجسته شد. ولی این که تو اول ماهمه علاوه بر طبقه کارگر اقشار دیگه جامعه، از پایین جامعه، اقشار زحمتکش، معلم، پرستار، بازنشسته و توده‌های محروم جامعه جمع میشن و تو این روز در کنار طبقه کارگر ایستادن، شراکت کردن، حتی به عنوان روز خودشون اعلام کردن، بیان وزن طبقه کارگر تو فضای سیاست ایرانه و نشون داد این اتفاقات، نشون داد که طبقه کارگر میتونه چتری باد کنه و اقشار زحمتکش دیگه حول این پرچم و زیر رهبری طبقه کارگر، زیر پرچم طبقه کارگر تو سیاست ایران و توی اعتراضات ایران شرکت کنند. تا جایی که به نکته که اشاره کردید خانه کارگر، ببینید خب خانه کارگر مثل ارگانهای مختلف حاکمیت در تقابل با طبقه کارگر و در تقابل با حتی معترضین، مخالفین جمهوری اسلامی، اگه دادگاهاشون، زندانهاشون، وزارت اطلاعاتشون، نیروی انتظامیشون، بیت رهبریشون، مجلس و ارگانهای مختلفشون، ارگانهای سرکوبه، خب خانه کارگر هم در کنار اینا یه ارگان از تیپ اینا که به نام کارگر حرف میزنه و
در کنار وزارت اطلاعات، در کنار لباس شخصی ها، در کنار بقیه. نقش خانه کارگر تاریخاً همین بوده است. و امروز هم تو برحال امسال هم هرچی فکر کنم با اطلاع به این که خانه کارگر الان دیگه مثل همه ارگانهای حاکمیت که جایی نداره و به رسمیت میشناسن خودشون که جایی ندارن، که نفرت عمومی از خانه کارگر، شوراهای اسلامی، شوراهای کار خیلی وسیعه و الان توی دوره اگه زیر چتر اختناق حاکم اینا میتونستن تعدادی رو جمع کنن، از خیر اینم گذشتن. در نتیجه خانه کارگر این سال تلاش کرد با پرچم ضدیت با یک بخش از طبقه کارگر، بخش ضعیف‌ترش به نام کارگرانی که از افغانستان اومدن علیه کارگر افغانستانی که گویا نون کارگر ایرانی رو میخوره، کارشو عامل بیکاری فلان، با این پرچم به میدون اومدن. ولی این پرچم بیش از هر چیز الان تو جامعه ایران بی آبروی بیشتر رو برای خانه کارگر و نفرت عمومی تو طبقه کارگر و علیه خانه کارگر بالا میاره. و این نقشیه که خانه کارگر دیروز میرفتن تو مثلا تو مراسم کارگران شرکت واحد چماق به دست، چون به عنوان چماق به دستان حاکمیت بسیج میکردن علیه مجمع عمومی کارگران واحد و چاقو دست میگرفتن که زبان مثلا اون وقت فعالین کارگری تو اون دوره یا اسانلو که به طور مشخص اون وقت شرکت واحد بود ببرن، الان به ابزار دیگه اینا براشون مقدور نیست، علنی شدن براشون مقدور نیست. اگه میرفتن تو مراسم هم ممکن بود کتک میخوردن و مثل سلفی ها تو مریوان که زنان و مردان شهر به جونشون افتادن دنبالشونن، این بلاترشون میومد. در نصف تو اونان تو محبته خودشون تو بیانیه و لخره نظرت ارتجاعی زده کارگریشون رو بیان میکنن. این همیشه نقش خانه کارگر بوده. برحال میگم در کنار وزارت اطلاعات و لباس شخصی ها و نیروهای بسیج و سپاه و بقیهشون هست. زبان به اصلاح کارگری حاکمیت ابزار اینه علیه طبقه کارگر. اجازه بدید من سوال آخر رو مطرح بکنم، چون با این بحران معیشتی و بیکاری که طبقه کارگر ایران باش داره دست پنجه نرم میکنه، محالی که اعتراضات و مطالبات کارگری تنها به اول مهر و روز جهانی طبقه کارگر ختم بشه، در همین مدت یک سال و چند ماهی که از کرونا میگذره نه تنها تعداد اعتراضات کارگری کم نشده، بلکه با آمار و ارقام میشه نشون داد که بیشتر از سالهای قبلش هم در جریان بوده و خاموش نشده. فکر میکنید ادامه این وضعیت نه فقط در روز جهانی کارگر بلکه در ادامهش چقدر میتونه محملی برای یک انتخاب روشن و یک همبستگی طبقاتی عمیق‌تر زیر یک پرچم و چتر واحد کارگری در ایران باشه؟ به طور قطع و اگه هر ناظری در چند سال گذشته مسائل جامعه ایران، کلن سیاست تو ایران و موقعیت و نقش طبقه کارگر رو در نظر گرفته باشه، شاهد وزن سنگین اعتراض طبقاتی و نقش سنگین و وزن بالای طبقه کارگر تو تحولات سیاسی ایران است. من فکر میکنم با توجه به وضعیت و سیری که طی کرده و آلترناتیوی که اعلام کرده، برنامه هایی که توسط بخش پیشروی طبقه کارگر بیان شده، یه امر مسلمه، اونم این که حتی دشمنان خونین طبقه کارگر امروز بر این واقفن که نقش این طبقه و نقش سوسیالیستای طبقه کارگر تو سیاست ایران غیر قابل حذفه. اگه یه دور انکارش میکردن، یه دور به هر حال تلاش میکردن عکس خمینی رو تو ماه ببینن و شاه و شیخ و نمیدونم اینا رو فکر کنن، با تبلیغات و با داستانسازی های خودشون به فضای سیاست ایران بچسبونن و سعی کنن یه تصویر دیگر خودساخته و آرزوهاشون جای واقعیت ها تو جامعه ایران بذارن، اینا حاشیه‌ای شده، اینا دیگه برای کسی خریدارش نیست. حتی اونا مجبورن امروز باز زنده باد کارگر به میدان بیان و لباس طبقه کارگر رو به تن بپوشن. و فکر کنم تا جایی که به طبقه کارگر برده، شوراهاش رو مطرح کرد، حاکمیت شورایی رو مطرح کرد، تصمیم جمعی و تکیه بر تجمعات خودشون و کارگران و به هر حال
مشورت خودشون رو مطرح کردن، آلترناتیوهای به معنای آلترناتیوی خودشون رو در فضای سیاست ایران نه به عنوان منتقد حاکمیت تنها بلکه به عنوان جایگزینی جمهوری اسلامی و اون چیزی که طبقه کارگر میخواد اینا رو بیان کردن. همین اول ماهمه و قطنامه هاش گوشهایی از این به کرات و بسیاری از بیانیه و قطنامه ها نوشته. همچنان که کارگران هفته به گفتن ما جامعه رو به شکل شورایی خودمون اداره میکنیم و این یه بیان خیلی صریح و روشن تو فضای تازه مختنق جامعه ایران هست. ولی قطعا طبقه کارگر و پیشروانش و قوی بود بودن نقش سوسیالیست طبقه کارگر فکر کنم بر کسی پوشیده نیست. اینا میرن و تلاش میکنن نهادهای کارگری تشکلات تودهی طبقه کارگر رو سازمان بدن. این تلاش در جریانه، تلاش میکنن که سوسیالیست‌ها، رهبران دلسوز، کسانی که کل منفعت طبقه کارگر رو مد نظر دارن یا افق روشن‌تر، یه دنیای بهتر رو برای کل جامعه و در رهبری طبقه کارگر در دستور دارن و تو افقشونه، اینا پا جلو گذاشتن. طبیعتاً هیچ چیزی تضمین شده نیست. آینده جامعه ایران هم این سیریه که پیش میره. به طور واقعی چلنج های زیادی تو این مسیر هستش، چه حاکمیت، چه اپوزیسیون راست، چه دولت های منطقه، ولی همین که این سیر داره، همین که الان فضای جامعه ایران رو اگه در نظر بگیرید سیطره و بر حال نقش برجسته طبقه کارگر و افق کارگریش چه مهر خودشو بر هر تحولی، حتی بر صحبت نمایندگان مجلس زده، بر صحبت خامنه ای و دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و بر مهر خودشو بر جریانات قومی و ناسیونالیستی و رضا پهلوی هم زده. اینو اگه در نظر بگیره خب یه افق روشن و امیدوار کننده رو میشه دید. بستگی به این داره طبقه کارگر چقدر تو این دوره بتونه حزب خودش، دوره حزب خودش جمع بشه، بتونه محافل کمونیستی خودشو، شبکه‌هاشو تو شکل سازمانیافته‌تر و تعصب‌یافته‌تر سازمان بده، بتونه به طور سراسری بخش های مختلف طبقه کارگر رو به هم وصل بکنه و بتونه افق و آرمان های برابری طلبانه و سوسیالیستی خودش رو در مقابل جامعه به طور برجسته تر و با جمع کردن و سازماندهی طبقه کارگر زیر پرچم خودش پیش ببره، با پرچم و سیاست روشن خودش جلو بیاد. این طبیعتاً خیلی امیدوار کننده است. ممکن هست و مقدور هست و جامعه بهش سمپاتیشون داده و چیزیه در جریان. گفتم هیچ چیزی گارانتی شده نیست ولی دیگه بستگی به نقشی داره که این طبقه، پیشروانش، کمونیستاش و خود حزب حکمتیست خط رسمی به عنوان حزبی که حزب این طبقه بخشی از جنبش طبقه کارگر و بخش تحزبی یافتهش تو این پروسه بتونه این رو به سرانجام برسونه. فکر کنم یه آینده روشنی رو میشه تصور کرد ولی طبیعتاً آلترناتیوها و راه‌های دیگری هم هست. دشمنان ما هم ساکت ننشستن، تلاش میکنند از حاکمیت تا اپوزیسیونش، ولی این امیدواری بزرگیه که الان تو فضای سیاست ایران به طبقه کارگر و نقشش به نقش کمونیستی طبقه کارگر هست و خود این خیلی امیدوار کننده است. با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.